خیانت تحت‌الو سهر قریشی و پایان رابطه‌اش با اون. با ما تو این ویدیو همراه باشید، راجع به خیانتی که تحت‌الو کرده صحبت می‌کنیم و صحبت‌هاش هم می‌شنویم. سلام به امران همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومدید. امیر تتلو و سهر قریشی حدوداً یه 8-9 ماهی هستش که با هم دیگه توی رابطه بودن، ولی خب حدوداً چند هفته پیش بودش که یه دعوا با هم راه انداختن و در نتیجهش هم سهر قریشی تتلو رو ول کرد و از ترکیه به سمت دبی رفت. خود سهر قریشی واکنشی نسبت به این ماجرا نداشت، ولی تتلو اولش گفت که با هم کات کردیم، ولی بعدش گفت که سهر خانم برای یه مسافرت رفته چند وقتی و توی دبی زندگی بکنه و به زودی برمیگرده. ایشالله توی کنسرت هم میبینیم ایشون رو. ولی خب چند روزی بیشتر از رفتن سهر قریشی نگذشته بود که تحت‌الو شروع کرد به شیطونی کردن و یه سری نوازنده خانوم رو برد. بعدش هم یه ویدیوهای نسبتاً صمیمانه با این افراد گرفت، تا اینکه در نهایت دیشب یه دونه پست توی کامیونیتی یوتیوبش گذاشت و صحبتهایی رو انجام داد و گفتش تذکر، امشب وقت کسافتکاری کردن دوشمیره. دیگه خیلی خودمو نگه داشتم تا یه تر و تمیز و جوون و جویای نام و کم کار کرد بیاد. امشب با یکی کسافت کاری نکنم، فردا همه تون رو دعا میکنم. گفته باشم خب مثل این که از سمت تتلو هم رابطه با سهر قریشی تموم شده استش و دیگه قرار نیست این دو نفر هم دیگر رو ببینه. البته شاید فردا روز دیدی بعد از تمام این اتفاقات با سهر قریشی اومد، یه عذرخواهی هم تازه کرد و دوباره به خونه تتلو برگشت. دیگه از نیلی و پویا مختاری که بدتر نیستن، 10 بار با هم کات کردن و 10 بار دوباره به هم برگشتن. نظر شما چیه دوستان؟ حتما نظرتون رو برام تو بخش کامنت ها بنویسید و بهمون بگید که آیا سهر قریشی به خونه تتلو بر میگرده یا نه. یادتون هم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو ببینید.